دوستان گرامی، در ایران حسام نوذری هستم. در آغاز اگر پرسشی باشه در خدمت شما هستم. ممنونم. دوستان عزیزم، ویروس ها همه جا حضور دارن روی کره زمین ما. شاید بالاترین بیومس رو روی کره زمین ما داشته باشن که فوق‌العاده هست. آیا زنده هستن یا نه؟ در این مورد مناظره هست. آیا میشه اسم اونها رو زنده گذاشت یا نه؟ شبیه به باکتری ها نیستند. حضوری قدیمی دارن، همه جا حضور دارن و نقش بسیار مهمی بازی کردن در حیات ما. ممنون است. پرسیده شده بود در مورد اینکه بفرمایید در مورد آبله میمونی چه تدابیری تا کنون دیده شده؟ آیا واکسنی برای این بیماری وجود دارد؟ بله، خوشبختانه واکسنی هست و تولید اون واکسن ساده هست. یعنی همه کشورها میتونن اون واکسن رو به راحتی بسازن. و چی هست؟ همون شیوه سنتی، ویروس ضعیف شده که بسیار مؤثر هم هست. این نوع واکسن در اواخر سالهای 70 و 80 دیگه زده نشد. چرا؟ چون اون ویروسی که مربوط به این واکسن میشد از بین رفته بود. بنابراین از اواخر سال 70، اوایل سال 80 ما دیگه شاهد این واکسن نیستیم، به خاطر اینکه دیگه خطری ایجاد نمی کرد. به همین دلیل در حال حاضر هم افرادی که سن اونها 50 به بالا باشن احتمالاً از مسئولیت برخوردار هستند. این ویروس میمونی بیشتر میتونه جوانان و خردسالان رو هدف بگیره. چرا 50 به بالا؟ چون اواخر سالهای 70، اوایل سالهای 80 هست که ما برای آخرین بار شاهد استفاده از واکسن هستیم. بنابراین به احتمال زیاد افراد 50 به بالا دارای کم و بیش مسئولیتی هستند و همین واکسن هنوز هم میتونه تا 85% مؤثر واقع بشه. و چون دوران نهفتگی این ویروس میمونی طولانی هست، حتی پس از در معرض این ویروس قرار گرفتن هم شما میتونید از واکسن بهره ببرید، از واکسن استفاده کنید و بسیار مؤثر هست. بنابراین برخلاف واکسن کووید که واقعا هیچ افکتیونسی نداشت، این یکی نه، این یکی مؤثر هست. همون واکسن قدیمی مؤثر هست، همه کشورها اون رو دارن. کشور دانمارک به خصوص اون رو فعالانه تولید میکنه، اما اگر کشوری هم بخواد اون رو تولید بکنه کار پیچیده و سختی نیست. و باز تکرار کنم که چون دوره نهفتگی این ویروس طولانی هست، پس از در معرض قرار گرفتن این ویروس هم هنوز میشه از اون استفاده کرد. ممنون هستم. پرسشی شده بود در مورد خانم های باردار و اینکه ویروس به اونها صدمه میزنه یا نه. پرسش کلی هست، چه ویروسی؟ بذارید فرض کنم برای اینکه اشاره شما به ویروس میمونی هست. برخلاف کووید، این یکی همونطور که گفتم به خصوص میتونه کودکان رو هدف بگیره که در اصل خطرناک نیست، نگران نباشید، همه بهبودی پیدا میکنن. و همینطور خانم های باردار، اونها هم همینطور در معرض خطر این ویروس هستند. ممنون هستم. دوستان عزیزم، میان دوران نهفتگی یک ویروس، یعنی ویروس وارد بدن شما شده اما هنوز فعال نیست، در خواب هست، دوران نهفتگی رو پشت سر میگذاره، میان این دوران نهفتگی، طول اون، زمان اون و واکسن یک رابطه مستقیم هست. هر اندازه که دوران نهفتگی یک ویروس طولانی تر باشه، اون واکسن حتی پس از معرض شخص، در معرض این ویروس قرار گرفتن اون شخص، هنوز هم میتونه مؤثر واقع بشه. و این خبر فوق‌العاده‌ای هست، این خبر بسیار خوب دیگری هست در مورد آبله میمونی، یک خبر خوبه دیگه در مورد این ویروس هست. ممنون هستم. فرزاد گرامی پرسیدن دوران نهفتگی این ویروس چند اندازه است؟ معمولا حدود 10 روز تا 2 هفته هست، اما گاه اوقات میتونه حتی 3 هفته یا 4 هفته باشه. ممنون هستم. پرسیده شده که با توجه به اینکه ویروس به تنهایی توانایی تولید مثل نداره. نه، اینطور نیست. اول این واژه تولید مثل که درست نیست. اگر ما در مورد چگونگی آغاز حیات واقعا چیزی نمیدونیم،
ما تنها در مورد تاریخ حضور و حیات میدونیم که برمیگرده به 4 میلیارد سال پیش. اما اجازه بدید امروز در این جلسه بر نگردم به این که واقعا چه اتفاقی در اون 4 میلیارد سال پیش افتاد. ممنون هستم. دوستان گرامی، یک بار دیگه تکرار کنم که این ویروس میمونی از میمون نیست، از موشهای درشت‌جثه است، از سنجاب هست و برخی موجودات دیگه. در سال 1958 در کوپنهاگ، چون میمونهای این ویروس رو گرفتند، اسم اون رو گذاشتن ویروس میمونی، اما نیست، از میمون نیست. و در سالهای 70 برای نخستین بار انسانهای، آدمهای دچار این بیماری میشن. بنابراین آبله میمونی از میمون نیست. دوستان عزیزم، ممنون هستم. در مورد ویروس کرونا امروز دیگه جای تردید نیست که داروهای کوته بینانه استفاده شده، مانند رمدسویر یا واکسن‌های لجام گسیخته، بدون تردید در تولید موتاسیون جهش نقش بازی کردند. ما در طول 2.5 سال گذشته شاهد یک برخورد بی برنامه بودیم نسبت به این ویروس و بدون تردید در تاریخ از اون یاد خواهد شد که در قرن 21 یک همچنین واکنشی بشر با این همه پیشرفت در علم داشت در مقابل این ویروس. سردرگمی، داروهای بیخود، واکنش‌های غیر منطقی، ایجاد ترس و وحشت، و واقعا بایستی از اون درس گرفت و باز ببینیم که خود انسان میتونه با واکنش‌های غلط خودش باعث موتاسیون بشه، باعث جهش بشه. پرشر سلکشن، اون واژه بیولوژی اون هست، یا اسکیپ موتیشن. ممنون هستم. دوستان گرامی، همین چندی پیش من پژوهشنامه‌ای رو منتشر کردم در مورد فرگشت چهره و بیان و زبان که اون رو برای شما فرستادم. امیدوارم اون رو بخونید و مورد پسند شما باشه. ممنون هستم. در مورد شستشوی دست بارها و بارها گفتم خواهش میکنم از این مواد شیمیایی که در بازار هست، همه جا اونها رو میبینید، دوری کنید. آب و صابون، هیچ چیزی بهتر از آب و صابون نیست. و یادتون باشه نخستین خط دفاعی بدن شما سیستم ایمنی شما نیست، نخستین خط دفاعی بدن شما میکروب ها هستند. میکروب هایی که روی پوست شما هستند، روی چهره شما هستند، شما را حفظ میکنند در مقابل اون تعداد کمی میکروب که میتونن به شما صدمه بزنن. بنابراین درصد بسیار بالایی از میکروب ها دوستان ما هستند. برای نمونه بسیاری از این میکروب ها نقش بازی میکنن در تولید نوروترانسمیتر های ما، تولید سروتونین، تولید دوپامین، تولید اپینفرین، تولید ویتامین، در انعقاد خون. اصلا حیرت آور هست نقش باکتری ها در حیات ما، حیرت آور هست. بنابراین بایستی که مراقب باکتری ها باشیم. دوستان عزیزم، بایستی که مراقب این بهترین دوستان خودمون باشیم. دوستان عزیزم، بایستی که مراقب این میکروب ها هم باشیم. و بنابراین زمانی که مربوط میشه به پاکیزگی، آب و صابون. اگر شما در روستای زندگی میکنید، صدای من رو میشنوید و حتی صابون ندارید به دلایلی، آب روان و در زمان طولانی تری دستان خودتون رو بشورید با آب روان. ممنون هستم. جناب ایوب حیدری پرسشی دارن یا اشاره‌ای دارن به نقش سنجشگری و اندیشیدن. بدون تردید ما در ایران خودمون قرن‌ها هست که تولید کننده علم نبودیم، ما مصرف کننده پیشرفت‌های علمی بودیم. ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم و گاه پوز اونها رو میدادیم. اما نوجوانان و جوانان ایران، دوستان عزیزم، هممیهنان عزیزم، بایستی که دوباره اندیشیدن رو پیشه کنیم. بار دیگه تکرار کنم که ما قرنها هست که با اندیشه سنجشگر خداحافظی کردیم. ما قرنها هست که تولید کننده علم نبودیم، مصرف کننده علم بودیم و در سالهای اخیر مصرف کننده ابزار علمی.
بنابراین بسیار مهم است که در مراکز پژوهشی ما، در دانشگاه‌های ما، اندیشه سنجشگر هم آموزش داده بشه. ممنون هستم. دوستان عزیزم، یک بار دیگه یادآوری کنم که مراقب باشید تا ترس و وحشت به خصوص در میان کودکان و جوانان خودتون ایجاد نکنید با این آبله میمونی. این خبر باز هم رسانه‌ای شده برای ایجاد وحشت. ما به اندازه کافی بزرگ سالان، خرد سالان رو به اونها ظلم کردن در طول 2.5 سال گذشته. خرد سالانی که هرگز در خطر ویروس کووید نبودن، یا نوجوانان و جوانان، اما ما مراکز پژوهشی، مراکز آموزشی خودمون رو تعطیل کردیم، اونها رو در وحشت و ترس بزرگ کردیم. یک بیمارستان تنها در تگزاس در طول 3 ماه گزارش کرد که شاهد 100 خودکشی در کودکان بوده. 100 خودکشی در کودکان. بنابراین هدف من به خصوص از برنامه امروز این هست که به شما بگم که هیچ جایی نداره ترس و وحشت در مورد آبله میمونی. بنابراین مراقب باشید که در میان خودتون، در میان به خصوص کودکان و خردسالان و نوجوانان که اینقدر حساس هستند، ایجاد ترس و وحشت نکنیم. ممنون هستم. خانم مهوش در ادامه پرسشی داشتن در مورد اینکه آیا سرخک واکسن مگر ندارد. دقیقاً حق با شماست، واکسن دارد. ممنون هستم. در مورد شستشوی دست بارها و بارها گفتم خواهش میکنم از این مواد شیمیایی که در بازار هست، همه جا اونها رو میبینید، دوری کنید. آب و صابون، آب و صابون، هیچ چیزی بهتر از آب و صابون نیست. و یادتون باشه نخستین خط دفاعی بدن شما سیستم ایمنی شما نیست، نخستین خط دفاعی بدن شما میکروب ها هستند. میکروب هایی که روی پوست شما هستند، روی چهره شما هستند، شما رو حفظ میکنند. در مقابل اون تعداد کمی میکروب که میتونن به شما صدمه بزنن، بنابراین درصد بسیار بالایی از میکروب ها دوستان ما هستند. برای نمونه بسیاری از این میکروب ها نقش بازی میکنن در تولید نوروترانسمیتر های ما، تولید سروتونین، تولید دوپامین، تولید اپینفرین، تولید ویتامین، در انعقاد خون. اصلا حیرت آور هست نقش باکتری ها در حیات ما، حیرت آور هست. بنابراین بایستی که مراقب باکتری ها باشیم. دوستان عزیزم، بایستی که مراقب این بهترین دوستان خودمون باشیم. دوستان عزیزم، بایستی که مراقب این میکروب ها هم باشیم. و بنابراین زمانی که مربوط میشه به پاکیزگی، آب و صابون، آب و صابون. اگر شما در روستای زندگی میکنید، صدای من رو میشنوید و حتی صابون ندارید، به دلایلی آب روان و در زمان طولانی تری دستان خودتون رو بشورید با آب روان. ممنون هستم. جاوید پیشرو گرامی پرسیدن آیا برای ویروس ترس واکسنی ساخته شده؟ بدون تردید بهترین واکسن رو فردوسی ساخته، خردورزی و خردمندی. بهترین واکسن رو عمر خیام ساخته، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه. ممنون هستم. پرسش فرزاد گرامی، راه جلوگیری به طور کلی، اصلا کاری نداشته باشید که ویروس سرماخوردگی هست، آنفلانزا هست، هیچ چیزی مهمتر از پاکیزگی نیست. پاکیزگی، شستن دست با آب و صابون، دست نزدن به سر و صورت و چشم. بایستی که دیسیپلین داشت، بایستی که انضباط داشت. به طور کلی، برای مثال شما میخواید که توی خیابون سر و صورت خودتون رو بخارونید، نه، انضباط داشته باشید، تحمل کنید، بگید نه، میرسم به جایی، دستم رو با آب و صابون تمیز میکنم و بعد به صورت خودم دست میزنم. بایستی که واقعا دیسیپلین داشت. هیچ چیزی مثل پاکیزگی نیست، پاکیزگی نیست. و در مورد آبله میمونی به این سادگی ها این ویروس منتقل نمیشه. بنابراین باز در دام خبرهای رسانه‌ای نیفتیم. به این سادگی ها قابل انتقال نیست. این هم خبر خوبی هست. بنابراین به طور کلی رعایت بهداشت بهترین کار هست. رعایت بهداشت. در این موردم بارها و بارها با جزئیات صحبت کردم. اگر به یوتیوب یا صفحه تلگرام من مراجعه کنید. ممنون هستم. دوستان گرامی، تولید واکسن شیوه های گوناگونی داره، شیوه های متفاوتی داره. یکی از اونها
ضعیف کردن خود ویروس است که بسیار فوق‌العاده است، تاریخ فوق‌العاده‌ای داره و بسیار مؤثر هست. دلیل این که این واکسن در مورد آبله میمونی مؤثر هست تا 80-85% به همین دلیلم. یک دلیلش هم همین هست، استفاده از ویروس ضعیف شده که مؤثر هست. ممنون است. پرسشی داشتی در مورد تب کنگو، فکر میکنم اشاره شما به ویروس تب کنگو باشه که ویروسی هست. ممنون استم. دوستان عزیزم، این رو هم بار دیگه یادآوری کنم که چون این ویروس دچار موتاسیون نمیشه به سادگی، برخلاف آرنه، دوستان ما از نزدیک، همکاران من این رو دنبال میکنن. بنابراین اگر ما شاهد پدیدار شدن ویروس خطرناکی به نگاه باشیم، از این یکی به اطلاع شما خواهم رسوند. اما یک چنین حادثه بسیار سوال برانگیز خواهد بود، طبیعی نمیتونه باشه در اون صورت، اما در هر صورت ما اونجا نیستیم. ممنون هستم. پرسشی بود در مورد اطلاع بیشتری بدم در مورد این آبله میمونی. این ویروس از نوع دی ان ای هست. یعنی چی؟ یعنی دارای دو نوار هست، اون رمز حیات این موجود. برخلاف کووید، کووید دارای یک دونه نوار بود، آر ان ای بود. این دی ان ای هست و یک ویروس درشت جسه است و به سادگی دچار جهش نمیشه. و این خبر بسیار خوب و مهمی هست، خبر خوب، به سادگی دچار جهش نمیشه. بنابراین همکاران ما از نزدیک این ویروس رو دنبال میکنن. چنانچه ما شاهد جهشی باشیم در این ویروس، بی اندازه به خصوص، بدون تردید در اون زمان کار دست هست. بنابراین در حال حاضر هیچ جای نگرانی نیست دوستان عزیزم. این ویروس از غرب آفریقاست، خطرناک نیست، دی ان ای داره، سیستم مدیریت داره، دچار خطا نمیشه تا بتونه تولید جهش بکنه و به همین دلیل همکاران ما به راحتی میتونن اون رو تحت نظر داشته باشن. دو کشور تنها در دنیا روی هم رفته روی این نوع ویروس فعال بودن در سالهای گذشته، یعنی اونها رو نگاه داشتن در لابراتوارهای خودشون، روسیه و آمریکا. همه کشورهای دیگه اون رو از بین بردن، ویروس از این جنس. ممنون هستم. دوستان عزیزم، اگر کودک شما، نوجوان شما دبستان میرن، دبیرستان میرن، به شما گفتن مادر، پدر، نگران هستم، نگران این آبله میمونی چه اتفاق قرار هست که بیفته، خواهش میکنم که به اونها بگید که از زندگی لذت ببرن، به درس و مشق خودشون برسن، با دوستان خودشون، با خانواده باشن و خواهش میکنم در اونها ایجاد ترس و وحشت و استراب نکنیم. به اندازه کافی بزرگ سالان در طول 2.5 سال گذشته خرد سالان رو قربانی ترس و وحشت خودشون کردن. این رو از شما خواهش میکنم. ممنون هستم. جناب ایوب حیدری پرسش خوبی کردن در مورد اینکه چرا کشور بزرگی مثل امریکا در مورد کووید شکست خورد. تنها امریکا نیست، ما شاهد شکست کشورهای پیشرفته بودیم روی هم، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، همه ایالات متحده امریکا. بالاترین میزان مرگ و میر در کشورهای ثروتمند بود، چرا که بالاترین بازار فایزر هم در کشورهای ثروتمند هست. در کشورهای ثروتمند هست که سرمایه گذاری کردند با استفاده از ترس و وحشت. و دوستان عزیزم، اگر شما سر کسی رو زیر آب کردید، گناه آب نیست. اگر شما از پشت به کسی خنجر زدید، گناه خنجر نیست. و اگر به کسی سم و زهر دادید، گناه سم و زهر نیست. کووید سم بود، زهر بود، اما گناه کووید نبود. در کشورهای پیشرفته ایجاد ترس و وحشت، خبرهای غلط، خبرهای نادرست دادن. در مورد اونها بارها و بارها صحبت کردم. به صفحه تلگرام من یا یوتیوب من مراجعه کنید. اما در تایید فرمایشات جناب ایوب حیدری این رو باز تکرار کنم که بزرگترین قربانیان در ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشورهای دنیا بودند. همین کافی است که شما رو تشویق کنه به اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه. نخست خود را نقد کردند.
ممنون هستم. دوستان عزیزم، ویروس ها همه جا حضور دارن روی کره زمین ما. شاید بالاترین بیومس رو روی کره زمین ما داشته باشن که فوق‌العاده هست. آیا زنده هستن یا نه؟ در این مورد مناظره هست. آیا میشه اسم اونها رو زنده گذاشت یا نه؟ شبیه به باکتری ها نیستند. حضوری قدیمی دارن، همه جا حضور دارن و نقش بسیار مهمی بازی کردن در حیات ما. ممنون است. دوستان عزیزم، این رو هم بار دیگه یادآوری کنم که چون این ویروس دچار موتاسیون نمیشه به سادگی، برخلاف آرنه، دوستان ما از نزدیک، همکاران من این رو دنبال میکنن. بنابراین اگر ما شاهد پدیدار شدن ویروس خطرناکی به نگاه باشیم، از این یکی به اطلاع شما خواهم رسوند. اما یک چنین حادثه‌ای بسیار سوال برانگیز خواهد بود. طبیعی نمیتونه باشه در اون صورت. اما در هر صورت ما اونجا نیستیم. ممنون هستم. یک اشاره کنم به ویروس میمونی که در رسانه ها در مورد اون میشنوید. اول بایستی که از ترس دوری کردی. چیزی بدتر از ترس و وحشت نیست و در طول 2.5 سال گذشته ما شاهد استفاده یا سوء استفاده از ترس بودیم. در مورد این ویروس فقط به شما این رو بگم که ما در حال حاضر با 2 سوش از آبله میمونی سر و کار داریم. یکی از مرکز آفریقاست، یکی از غرب آفریقاست. اونی که در اروپا اینجا و آنجا از اون میشنوید مربوط به غرب آفریقا هست و کم خطر هست. بنابراین جای نگرانی نیست. به احتمال زیاد در روزهای آینده یا هفته‌های آینده شما باز هم در مورد اینجا و آنجا بالا رفتن اون ممکنه که بشنوید، در پرتغال، در اسپانیا، در فرانسه، در ایتالیا، اما پایین میره. اما روی هم رفته ویروس خطرناکی نیست. ممنون هستم. پرسشی شده بود که آیا در آینده ممکن است که بشر بتونه ویروس‌هایی رو درست کنه که مفید باشن، چون غالبا زیان‌آور هستند. نه، بیشتر ویروس ها مفید هستند. یادتون باشه گذشتگان ما هستند، باکتری ها. این دی ان ای که شما میبینید حضور بسیار قدیمی روی کره زمین ما داره. برای نمونه همین موتورخانه سلول بدن شما به لطف باکتری ها هست. گذشتگان حیات هستند روی کره زمین ما و بسیار بسیار ضروری هست که ما شناخت صحیحی روی هم رفته از میکروب ها داشته باشیم. از میکروب ها. ممنون هستم. دوستان عزیزم در ایران، اجازه بدید همینجا با همه شما خداحافظی کنم. خوشحال شدم که تونستم در خدمت شما باشم. اما چون مهم هست، میدونم که گفتم، اما بار دیگه تکرار کنم که مراقب باشید تا یک بار دیگه کودکان ما، خردسالان ما در دام ترس و وحشت ما نیفتند. ما باستی که یاد بگیریم که با میکروب ها، با باکتری ها، با ویروس ها زندگی کنیم و چه نقش بسیار مهم و مثبتی اونها در زندگی ما داشته و دارند و خواهند داشت. بدون اونها حیات امکان پذیر نیست. اما مهم هست که واکنش های ما بر اساس دانش باشه، بر اساس علم باشه. و امروز تجارت متاسفانه جای بدی در جامعه ها پیدا کرده. ما شاهد اون بودیم در مورد فایزر و آدم‌های فایزر در رسانه‌ها که چه بسیار خبرهای دروغی رو واقعا منتشر می‌کردن برای نگاهداری این ترس و این وحشت. با ترس و وحشت هیچگاه به هیچ جا ما نخواهیم رسید. اما در هر صورت خلاصه کنم به این آبله میمونی که به خصوص بحث امشب ما بود که مطمئن مراقب باشیم که ترس و وحشتی در کودکان خودمون ایجاد نکنیم. از زندگی لذت ببرید. میکروب ها دوستان ما هستند، بهترین دوستان ما هستند. بدون اونها حیات ما امکان پذیر نیست. دوستان عزیزم، به امید دیدار و زندگی.